بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله هست، میگن مجتمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. البته ذوق چجوری باشه اونش نمیدونم دیگه. یه روزی در همین حسینیه مرحوم شریعت مدار رشتی، خیابان صفی علی شاه، در یکی بالای منبر بود، دیگریم آمده بود، مثل که نوبتش بود و این منتظر بود این آقا از منبر بیاد پایین که بره. اونم طول میداد، طولش داده بود. این دو سه بار هی اشاره کرد، یا صاحب خانه اشاره کرد اینا که بیاد پایین، گوش نداد. اون آخر گفت آقا من تا وقتی که یک نفر تو این جمعیت قش نکنه نمیام پایین. به خود اینم یه نوع سر ذوق آوردن. یه نوع سر ذوق آوردن اینه که همین که اینجا نشستم آقای استوار این آوردن، آقای دلاوره این آوردن، آقای چیز این آوردن. البته وقتی که اینجور سر ذوق بیاد، خب صاحب سخن دیگه ناچاره یه چیزی بگه. ولی اگر چیزی به درد خوری هم نگه، میگه ولی خجالتش رو هم بعد میکشه. این یه قانون جذب و انجذابی است که در همه عالم هست.
قوانین که در طبیعت هست اونایی که محسوس ما میبینیم در جوامع بشریم دیده میشه، برای اینکه بشر و جوامع بشری هم ساخت و خواست خداونده، یعنی اون طبیعت به قول عوامانه، به قول اونایی که چشمشون اینجوری نفرم چشمشون پایینه پایینه میبینه، طبیعت رو میبینن و کار طبیعت فرق نمیکنه. خب مثلا همین کنش و واکنش، عمل و عکس العمل، خب ما میبینیم یه الله کلنگی که بچه ها بازی میکنن همه الله کلنگ در جامعه بشریم هست، قول خیام هر چندی یکی براید که منم با کوکبه و سیم و زر آید که منم، چون کارک او نظام گیرد روزی ناگه اجل از کمین در آید که منم. با این کوکب ها چیز میاد، اکثر عملش اینه که دشمنش میاد چیز میکن. شاه سلطان حسین جوری بود، اکثر عملش این شد که حمله افغان بود، حتی این عمل و عکس العمل در بین علما و تئوری های علمی که قاعدتا باید دور از این الله کلنگا باشه دیده میشه. یه روزگاری در همه جای دنیا، در همه دنیا اصلا حرف زدن از جنس و روابط جنسی، والا شهی یا سقیم اشکال ندارم، روابط جنسی اصلا خود حرف زدنش یه حرفی بگن گناه داشت، داد و بیداد میشد فلان اینا، به نحوی که علمای دین که ناچار بودن همه حرفا رو بگن، احکام رو بگن، ناچار شدن یه قاعده ای رو بشتکه کنن، بگن الحیاء فی الدین، نه لا حیاء فی الدین، در امر دینی حیاء نیست، یعنی دیگه حیاء نکن. خب این البته یه دریچه بود که یه بحثی در اینجا بشه. این عکس العملش در اروپا پیدا شد، این یه نظریه علمی بود، میوفتن این روابط جنسی چون خدا آفریده و مستور آفریده نباید حرف بده،
لا حیا فی الدین اینو یه خود سست کرد پایه هاشه. در همه جا در اروپا و مسیحیت هم همینجور. فروید آمد و گفت همه چه جنسیت. حالا نمیخوام نظر او رو بگم و انتقاد مفصله. نه اون وقتش، نه این وقتش. مثل آونگ ساعت‌های قدیم، خیلی قدیم هم نه، آونگ داشت، پاندول به اصطلاح، یه وزنه‌ای که میچرخید. این وزنه از این ور میرفت، یه مقداری میرفت بالا، برمیگشت، همون اندازه از این ور میرفت بالا، باز اونجا وایستاد. این حرکت، حرکت پاندولی به قول همیشه بود. بعد اگر محرکی از خارج نباشه، ساعت ها رو که می آفریدن برای این آهنگ محرک گذاشتن، یعنی فنری بود که فشار می آورد به اینا. اگه همچی چیزی نباشه، سر خود پاندول حرکت کنه، بعد از مدتی وای میسته سرجاش، نه این ور نه اون ور، وای میسته. جوامع بشریم همینجوره قاعدتا. گاهی میبینیم یه جامعه خیلی روی مسئله تکیه میکنه، بعد همون جامعه یه زمان دیگری یا پشت سر همون این تکه رو بر میداره، زیاد به اون اهمیت نمیده. مورد نظر خداوند و انبیا و گفتن رعایت حال تعادله. البته این تعادل در موقعی که آونگ به سرعت حرکت میکنه خیلی مشکل نگه داشتنش. حتی آونگ ساعت که حرکت میکنه اون موقعش نگه دارید تا یه خود دست برداشتید باز به حرکت میفتید، برای اینکه محرکه هست. ولی وقتی که این دو طرف آونگ مثل تهاجماتشون کردن، حمله کردن از این مرزوان تموم شد، اون وقت آرامش میتونه پیدا کنه. همین قاعده فیزیکی رو ما به صورت قاعده اخلاقی میگیم. فرمودم هرگز وقتی که عصبانی شد اینا همون وقت تصمیم نگید، بذارید بره بعد. البته گاهی نمیشه همون وقت باید تصمیم گیره، ولی خب وقتی که مواردی که میشه ما این دقت بکنیم، عادت میکنیم فکرمون به این که راه صحیح رو پیدا کنه.
و حتی این قاعده رو توسعه دادن، گفتن که قاضی وقتی قضاوت میکنه میخواد رأیی در مورد متهمی بده، نباید عصبانی باشه. البته برای اینکه عصبانی نباشه، گرسنه نباید باشه، سیر به دمی که درد داشته باشه نداشته نباشه، تشنه نباشه، خواب‌آلود نباشه، که یه مرد سالم و معمولی باشه، ولی در حالت عصبانیتش هم نباشه. و خب به همین حسابه که قضاوت رو خیلی مشکل دونستن. همه حتی تاریخ چیزی بود اسم کتاب شرمات قضاوت در اسلام، قاضی های اسلامی بخونید، شیعه و سنی فرق نمی‌کنه، چون غالبشون به قرآن و به اسلام معتقد بودن، اعتقادشون یک نقصی داشت که اون خب اینا بخونید ببینید با چه سختی با چه جوری. حالا این به اصطلاح ما دقت کنیم، همه قوانینی که در طبیعت هست بر ما هم حکومت میکنه. این هم که فرمودن وفی کنتول عالم الاکبر، بلکه ما تافته جدا باشد بافته نیستیم، خداوند هم ما را از همین در همه کره زمین آفرید، همون کره که شیر در رنده و پلنگ در رنده را آفریده، فیل رو در همون کره آفریده، گوسفند رو در همون دره آفریده، پیغمبران رو هم که اونور قضیه باشن در همون کره آفریدیم. ما از همون کره مجموعاً یه چیز. انشاءالله خداوند ما را مصداق اون آیه بفرماید که الهمهم فجورهم و تقوا، به دل ما خلاصه همیشه را سعی را بیاند.